حامیان این برنامه سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر. من مختار لشکری هستم و شما ویژه برنامه کاکتوس را مشاهده می کنید. ما در ارگ ریاست جمهوری افغانستان هستیم و در قصری که مشهور به کوتی باغچه است. کاکتوس ورود می کند به زندگی شخصی چهره های مطرح سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور و پرده از رازهای زندگی آنان بر می دارد. خانوم ها و آقایان، مهمان امشب برنامه من بانوی اول کشور خانوم رولا غنی است. با افتخار شد. سلام، وقتتان بخیر. تشکر از اینکه به ما وقت دادید تا در شب نوروز یک ساعت مفصل با شما صحبت کنیم. البته هوا خیلی به نوروز نمیمانه، کمی سرد است. خیر است، پروا نیست. بسیار تشکر که مرا دعوت کردیم و میخواستم هم البته در نخست اگر اجازه برای ما میتین از خاطر نوروز فرصت بگیرون که تبریکی بگویم برای کلگی را که نوروز مبارک باشه برایتان، که امی سال نو یک سال خوب، یک سال مرفع باشه برای کلگی را. افغانستان زیاد رنج دیده، وقت شد که یک سال خوب داشته باشه انشاءالله. نزدیک به شبهای نوروز دو رویداد، یکی مهم و دیگری هولناک را مردم افغانستان تجربه میکنند. یکی مراسم تعلیف آقای رئیس جمهور و دومی آمدن کرونا به افغانستان که من امیدوار هستم سال 1399 بدون کرونا سپری شود. خانم رئیس جمهور، ما معمولا در بخش نخست برنامه در مورد زندگی شخصی مهمانانمان چند سوال داریم. میخوایم از شما سوال نخست را اینگونه مطرح کنم که چند سال هستید و در کجا به دنیا آمدید؟ یک اصطلاح هست که خانم هیچ وقت سنش نمیگه. منتها این یک چیز پوت نیست که کلگی را میفهمن که ما 71 ساله هستم. و سوال دوم چی بود؟ سوال دوم بعدا بپرسم. حال میخوایم بپرسم که شما بزرگتر هستید یا آقای رئیس جمهور؟ یک چون ما از رئیس صاحب کلان است. شما بزرگتر است. بله بله. بسیار بسیار. ما را باید احترام کنیم. احترام میکنم. آه بله. در کجا به دنیا آمدید؟ من تولد شدم در لبنان. در خود بیروت. در بیروت. آه بله. بله. سال 2013 یا 2014 بود. من به بیروت سفر کردم به لبنان و یک شهر فوق العاده زیبا، اما مشخص بود که در مقطعی نارام بوده. اتفاقا همان روزی هم که ما رسیدیم یک حادثه انتحاری صورت گرفت در یکی از نزدیک یکی از سفارت‌های کشورهای خارجی در بیروت. اما ماهی‌های بسیار زیاد مزه‌دار داره. بله. ماهی که تازه از دریا می‌گیرن و بله. کباب می‌کنن، فوق العاده است، مزه‌دار است. خانم رئیس جمهور، درس را در کجا شروع کردید و از مدرک تحصیلی چه مدرکی دارید؟ والا مکتب در لبنان خواندم، پس با فرانسه رفتم و اونجا علوم سیاسی خواندم، لیسانس گرفتم. ولی پس که به لبنان اومدم دیدم که کل چیز که ما در فرانسه یاد گرفته بودم هیچ علاقه نداشت با وضع لبنان و با وضع شرق میانه. از او خاطر پس در پانتون امریکایی در بیروت شامل شدم و اونجا یک مستری در علوم سیاسی گرفتم. علوم سیاسی؟ و این وقت ما کار میکردم در
من حيث رسانا دا AFP وكالة الصحافة الفرنسية بله بله كي امي تو ياد گرفتم كي چي چي بود امی تعلیم که بیرون میگیریم بسیار خوب است ولی ناکام میباشه از خاطر که هیچ نمیفهمیم تاریخ ما نمیفهمیم عنانات ما این باید پس با و این برای هر کس که بیرون میره که افغان است که بیرون درس میخونه پس که بیای باید پس با تاریخ کشور آشنا شوه با عنانات کشورش با چیزایش ولی شما ذکر کردین که وقتی که در بیروت بودین انتحاری شد یا یک بام شد اینم میفهمیم که ما چرا همینجا ما آرام هستم از خاطر که لبنان و افغانستان دو کشور که بسیار شباهت دارن بله این در جنگ داخلی داشتیم این در انتحاری داریم تروریسم داریم هر چیز داریم پس هیچ چیزی در افغانستان شما رو غافلگیر نکرده اگر صدای انفجار رو میشنوید با گوشتان آشنا هست از کودکی آشنا هست که میفهمم اگر راکت هست هیچ شور نمیخورد شما دیدین تخلیف هیچ شور نمیخورد یک از سوالات من این بود که خانم رئیس جمهور واقعا شدت این راکت ها به اندازه ای بود که همه فرار کردن یا ای که شما بسیار نترس و دلیر بودید که تکان نخوردید از جایتان آقای لشکری باید بفهمین که راکت ضرر میکنه تنها جایی که میفته اگر همینجا افتاد و شما همونجا هستین هیچ سرتان چیز نه خب چیز صدای بسیار بلند داره ولی تنها همینجا ضرر میگیره شما واقعا تکان نخوردید نه. اما خانمای زیادی ترجیح دادن که فرار کنن مراسم تألیف را یکی دو خانم از پشت سر آقای رئیس جمهورم به سرعت فرار کردن بعضی ها گفتن که فلانی و فلانی بوده اما نمی پردازیم به یکی کی بوده از خانواده ای که در او به دنیا آمدید خانم رئیس جمهور صحبت کنید از پدر مادر چند خواهر و برادر هستید یک برادر دارم پدرم و مادرم بسیار مهربان بودن و پدرم یک رقم البته رئیس یک رقم پدرم است پدرم زیاد کار میکرد هیچ شی بگویم بسیار جدی کارش میگرفت او در زراعت تخصصش بود و وقتی که پس اومد باید گفته شوه که او پدر کلانم چیز از بین رفت وقتی که پدرم 9 ساله بود و یک رقم مسئولیت خانواده داشت از او خاطر او بسیار بجدی کارش گرفت و مادرم بسیار مهربان بود بسیار کسایی بود ما البته امی لذت که دارم با قصه کردن از مادرم گرفتم چون قصه بسیار خوش دارم بسیار خوب اما برادرتان به افغانستان می آیند؟ با شما رفت آمد دارند؟ می آیند هر دو ماه هر سه ماه وقتی که مادر منوز زنده بود نمی آمد من می رفتم چون بسیار سنش بسیار کلان بود مادرم و وقتی که از بین رفت ما دیگر در لبنان بسیار کم رفتم و برادرم می آیند هر سه ماه هر چهار ماه نمی فهمم می آیند برای یک ویکند برای دو روز پس می رفت بسیار خوب تغییر نام رولا به بی بی گل ای تر از کجا آمد؟ ای فکر از شما بود از آقای رئیس جمهور بود و واقعا با نام بی بی گل راحت هستید؟ بسیار راحت هستم با بی بی گل شما باید بفهمین که وقتی که مردم میگن رولا فکر میکنم که روح الله هستک روح الله صحیحست و روح الله همینجا در افغانستان نام یک بچه یا یک مرد هست بله 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 و وقتی که دیدیم که بسیار یک مشکلات پیدا می شد وقتی که مردم رولا مرا می گفتن رئیس هم گفت خی بی بی گل مرد تو را می گفت بی بی گل شد شما انتخاب نکردید نام بی بی گل رئیس هم انتخاب کردن بله این نام در ذهن رئیس
چطور آمده؟ سلکنین در فامیل رئیس صاحب کلی نداشته. کلی خانوما در چیز کلی خانوما در خانواده رئیس صاحب یک نام داشتن. مادرش که کوکبا بود نامش زیاگل بود. مادر کلانش کوکو گل بود. گل داشته. شما میفهمیم، شما رواج افغانی زیاد از ما میفهمیم. بله بله. امی اصطلاح داشتن. او سر ما نام بی گل دا. بی بی گل. بسیار خوب. بیت کمی از شما و از آقای رئیس جمهور مشترک قصه کنیم. اولین دیدارتان با آقای رئیس جمهور را به خاطر دارید؟ در کجا بود؟ چه روزی بود؟ در کجا دیدید آقای رئیس جمهور را؟ هر دوی ما در شاگرد بودیم در پانتونی آمریکایی در بیروت. بله. و هیچ وقت هم صنفی نبودیم. ولی در یک پانزده علوم سیاسی بودیم. یک روز یک محفل بود، یک چیز بود. یکی نزدیک دیگر شیشتی میفهمیم امیتور یک چیز می باشه. امیتور شروع کردیم گپ زدیم و شما شروع کردید آقای رئیس جمهور؟ نه رئیس جمهور خودش کرد. بسیار خوب. این آشنایی چند روز بعد، چند ماه بعد، چند سال بعد تبدیل به ازدواج شد؟ چهار سال بعد. چهار سال؟ بله. یعنی دوران نامزدی داشت، نامزد شدید بعد ازدواج کرد یا نه چهار سال میشناختید و بعد مستقیم ازدواج کردید؟ من میخوایم به یک سوال دیگر رو بعد از این مطرح کنم به خاطر روز. خب سعی استم. ما سه سال هر دوی ما در پانتون آمریکایی بودیم. وقتی که رئیس صاحب لیسانس گرفت پس به افغانستان اومد و در پانتون درس میداد در پانزده ادبیات. بله. برای یک سال. در همین وقت تصمیم گرفتیم که ازدواج کنیم. یعنی هیچ وقت آقای رئیس جمهور بر شما نوروزی ناورده؟ نخیر. افغانان رسم دارن. آقای رئیس جمهور از لحاظ اقتصادی بسیار انسان هوشمندی هستن. این هم از لحاظ اقتصادی به نفعشان بوده که نوروزی نبرن. خانم رئیس جمهور، از سیاستمداران مطرح دیگر افغانستان کسی دیگری در او پانتون با شما یک جا بود؟ چندین هستند. در سالی که رئیس صاحب اومده بود 62 نفر افغانی. البته در ما بینشان یک چند تا دختر خانم بودن ولی معظمشان مردها بودن. و کیها بودن از سیاست مدارانی که حالا ما بشناسیم؟ امی نفر اطمان که علی در چیز هستن، در خبارا هستن، زلمه خلیلزاد بود. آقای خلیلزاد. بعد آقای خلیلزاد با شما هم صنفی بودن یا با آقای رئیس جمهور؟ با آقای رئیس جمهور. کدامشان در درس خوبتر بودن؟ هر دویشان بسیار لایق بودن، منتها رئیس همیشه اول نمره بود. خانم رئیس جمهور، بله. یکی دو سوال غیر شخصی میپرسم بعد دوباره برمیگردیم اگر وقت شد به سوالات شخصی. در این روزها حالا هوای آقای رئیس جمهور چطور است؟ در این شب و روزهای نوروز درگیری های فکری و سیاسی زیادی دارند، از آزادی زندانیان طالب گرفته تا هیئتی که قرار است با طالبان گفتگو کنه در گفتگوهای بین الافغانی و مراسم ائتلاف همزمان، موضوع آقای دکتر صاحب عبدالله و بعض موضوعات دیگر. خود آقای رئیس جمهور را ندیدیم، میخواییم از شما بپرسیم خوب هستن؟ بله خوب هستن. تشویش دارن در مورد آینده افغانستان؟ نه. رئیس بسیار عقیده داره که افغانستان خوب میشه. آیا تا پنج سال بعد آقای رئیس جمهور در ارگ خواهند ماند؟ چرا نه؟ انتخاب شد، نه؟ انتخاب شد برای پنج سال. علی که چی خداوند میخواه که چی میشه چی نمیشه او یک چیز دیگر است، ولی او برای پنج سال انتخاب شده. مراسم تألیف همزمان. بله. یک مدل، یک نمونه بیخی نو در جهان سیاست و اتفاقا فاصله مراسم تألیف هم خیلی کم بود. اگر کمی بلندتر آقای دکتر عبدالله تألیف میکرد شما میشنیدید، اگر آقای رئیس جمهور کمی بلند تألیف میکرد آقای دکتر عبدالله میشنید.
اجازه بتین که البته شروع کنین به نتایج انتخابات. خب سوال من نیمه مون، بفرمایید. نتایج انتخابات بسیار واضح بودن. رئیس 51% گرفته، دکتر عبدالله 39% گرفته، اینا نزدیک 12% فرق داشتن. و قانون انتخابات بسیار واضح است، میگه که اگر در چیز اول، در دور اول یک کاندید از پنجاه فیصد زیادتر چیز میگیره، او میباره. نمیفهمم که دکتر عبدالله چرا خواست که دو روز بعد از اعلان انتخابات بگویه که والا ما بردم، ما رئیس جمهور شدم. و ام از شما رسانه یک سوال دارم که چرا شما قبول کردین؟ چرا نگفتیم ولی یک قاعده است؟ علی ماچ فوتبال دو تیم هستن. بله. دو کاندید هستن. بله. بله. ماچ میکنن، مبارزه میکنن. یکی میبره، یکی میبره. آقای دکتر عبدالله اونو حکم قبول نداشتن. هر ماچ فوتبال یک حکم داره، یک نفری داره. خب. آقای دکتر عبدالله میگفتن یک حکم این پنالتی رو ناک گرفته، دو نفر ما رو ناک کارت سرخ داده. و ما رفری داشتیم، امی کمیسیون شکایت انتخاباتی. او رفری بود. و باید یادآور کنم که بود آقای ظلم‌خلیل‌زاد. نه، شما باید بگوین که بفهمید که نمی آزای کمیسیون، ام کمیسیون انتخابات، ام کمیسیون شکایت، ای آزای ای رئیس صاحب انتخاب نکده. ای هر 18 کاندید 6 تن و اونا را انتخاب کردن. این نمیتونیم بگوین که اونا طرفدار یک نفر یا طرفدار یک نفر دیگر. نه، دکتر عبدالله نخواست. خیلی ما 5 ماه تیر کردیم. بله. که پشت امی تقلب که میگن که تقلب شد در چیز، 5 ماه تیر کردیم که ببینیم امی تقلب شد کجا شد. خیلی بعد از 5 ماه مردم خسته نشده بودن؟ در دکان که میرفتیم و که می دیدیم که نرخای بلند شده بودن، که پرسان میکردین چی میگفتن؟ والا صاحب انوز پادشان فهمیده نیست که پادشا کیست. از او خاطر لازم بعد از 5 ماه باید با یک نتیجه برسیم. و همینطور شد. علی انوز دکتر عبدالله قبول نکرد. نمیفهمم که کی برایش کدام وعده کرده بود یا کدام بازی کده بود اثرش، این همی مشکلش. ولی از لحاظ ما و از لحاظ که چی باید شوه، از لحاظ افغانا، مردم افغانستان، اونا کلشون میفهمه، چون رقم در فوتبال یک تیم میبره و یک تیم میخواد. این بسیار واضح است، تو چیز نیست. خانم رئیس جمهور، یک سوال شخصی. فرزندانتان در افغانستان زندگی نمی کنند. آیا به دیدنتان می آیند؟ به افغانستان می آیند؟ علاقه مند هستند که بله. وقتی را در افغانستان هم سپری کنند و بگذرانند؟ بله، می آیند. زیادتر می آمدند قبل از که رئیس جمهور شد. از خاطر که وقتی که رئیس جمهور شد سرشان بسیار کویود آمدند. هر جایی که می رفتن باید امرایشان محافظ باشه، یک چیز باشه. اونا جوان هستن چیز. منتها هر دویشان با افغانستان امی هر یکی در بخش خود، دختر ما در فیلم داری است. بسیار زیاد امرای افغان فیلم با تماس بود. بله. کار کرد، امرایشان کمک کرد، نفرای آورد از این دوستان که ماشین که کار نمیکرد این ماشین پس جور کرد، چندین چیز کرد، ورکشاپ کرد. بچه ما یک چیز داشت از خاطر یک سیستم که پیسه با تلفن تحویل شوه. رقم ام پیسه تمام اصلا. کارهای کاغذی را از طریق تلفن انجام بدید، که مثلا معاشای مردم با تلفن برسه. او
او برای 3-4 سال کار کرد در افغانستان. امرای می اومد می رفت، یک رقم پروژه که می اومد کار می کرد، یک تیم داشت. بالاخره چیز نشد. بسیار بسیار یک جالب است که یک نفر بود که از خاطر که او پسر رئیس هیچ برایش امرایش کمک نمی کرد، در وزارت مالیه بود. کسی جرأت داره که با پسر آقای رئیس جمهور هم کاری نکنه؟ از خاطر که رئیس صاحب هیچ وقت طرفدار نمی کنه، حتی از بچهش طرفدار نمی کنه. در افغانستان کافی است که برادر یک قمندان باشی، باز میتونی هر کار کنی. می فهمم، این یک چیز است که یک رواج است که البته رواج نبود وقتی که ما ازدواج کردم. این یک رواج نو است و که باید از این رواج جلوگیری کنیم. بسیار خوب. خانم رئیس جمهور، با آقای رئیس جمهور بر روی مسائل سیاسی هم بحث میکنید گاهی؟ به طور مثال، من یک مثال میزنم. در افغانستان یک رسم سنتی معاصر ایجاد شده که رهبران، زورمندان و بزرگان افغانستان دوست دارن در قدرت سهیم باشن، نماینده هایی در کابینه، در سفارت، وزارت، ولایت، ولسوال و هر چیز دیگر داشته باشن که حضور خودشان را در حکومت افغانستان ببینن. ما میخواییم شما هم از شما بپرسم که شما هم گاهی از آقای رئیس جمهور خواستید که اگر فلانی وزارت میخواه، فلانی ریاست میخواه، من هم سرتان هستم، اینی وزارت را حداقل بانید که من وزیرش را تعیین کنم. به طور مثال وزارت امور زنان. چرا همینطور کنم؟ شما باید بفهمین که این ذهنیت رئیس صاحب نیست. ذهنیت رئیس صاحب که جمهوریت شوه. جمهوریت معنیش که هر کس با سوی کسی دیگر است. و زیاد او گفته بود که یک افغان از افغان دیگر فرق نداره. این همین چیز است. و نظام جمهوریت معنیش که هر کس صدا داره و هر کس میتونه صدایش بلند کنه و هر کس میتونه دسترسی به خدمات، دسترسی به مناسب، دسترسی به هر چیز اگر تلاش میکنه. اهل کار با کار است. این همی ذهنیت رئیس صاحب. رئیس صاحب وقتی که انتخاب میکنه، مثلا علی در حکومت مصروف است که انتخاب کنه، حتما می پالا یک نفر که کار در کار فهمیده است، وارد است که اینمی کشور ما مرفع شوه. دیگر در چی وقت ما همیتور باشیم؟ گدوادی، فقر، نیمه مردم افغانستان لقمنان ندارن. بله. ای در چی وقت ای را قبول داریم؟ خب نفر سیستم قبلی بود یک سیستم شخصیت، و اگر کس شخصیت داره، از خاطر شخصیتش امتیازات داره و امتیاز مقرر کردن نفرها چیست. این را آیستا آیستا باید از افغانستان برد. گم کنیم. گم شو. گم شو. سر. من میدارم هوا یکم سرد شده، سوالات خودت تیز مطرح میکنم. افغانستان برای زنان هنوز هم جای خطرناکی است خانم رئیس جمهور برای زندگی کردن؟ به طور مثال هنوز هم به حق و حقوق زنان در افغانستان دسترازی میشه؟ من خوش ندارم که با حقوق زن گپ بزنم. من خوش دارم که با حقوق انسان گپ بزنم. زنان هستن که مشکلات زیاد دارن و هم مرد هستن که مشکلات دارن. منتها ما باید با کل گیره دسترسی شوه که بتانن از حقوقشون استفاده کنن. و زنان البته در نمی 5 سال سابق البته وضعشون یک کمی خوبتر شد. بسیار خوب. خانم رئیس جمهور، در طول 5 سالی که در ارگ ریاست جمهوری حضور داشتید، چقدر موفق به ارتباط با زنان ولایات و قریه های دوردست افغانستان شدید؟ چقدر موفق شدید زنان یا مردان از حال احوال آنها جویا شوید؟ شما میفهمیم که برای ما اجازه زیاد نمیتن که بیرون از همین چهار دیوال برام، ولی ما
وقتی که خانم اول شدم احساس کردم با یک مسئولیت که باید بفهمم که چی گپ است بیرون از این چهار دیوار. و یک پلیسی دروازه باز انجام دادم در دفتر ما و از تمامی کنجای افغانستان مردم آمدن دیدن ما و البته زیاد خانوما بودن، زیاد از همین مردم و کلشان برای ما گفتن، اونا که از ولایت میگفت همیشه میگفتن که ما را فراموش کردیم، ما در ولایت هیچ نمیفهمیم، پروژه نمیایه، کس نمیایه، ورکشاپ نیست، پول نمیایه، امتیازات نمیایه، فرصت تعلیم نیست، فرصت خدمات صحی البته اکازیت نیست. بسیار گله داشتن و ما اینمی دو سال اول زیاد شنیدم. وقتی که شروع کردم که سیمپوزیوم کنم، ما سیمپوزیوم اول ما بود سر نقش زنان در تمام افغانستان، در جامعه افغانستان، از خاطر که خارجی ها بسیار برای ما میگفتن والا در ولایت خانوما نیستن، خانوما خوب قوی نیستن، ولی ما از تجربه ما، از خانواده رئیس صاحب، از دوستا که داشتیم، ما میفهمم که در ولایت خانوما بسیار قوی هستن و میخواستم این را نشان بدم. ای اول سیمپوزیوم که کردیم البته 300-350 خانم آوردیم، از اونا البته 150 از ولایت بودن. بسیار. آقای رئیس جمهور گاهی از شما مشوره سیاسی میگیرن؟ نه خیلی. به هیچ عنوان؟ حتی در مورد نقش زنان؟ نه. در سیاست؟ سوال کنین، آقای رئیس جمهور و ما اینمی 45 سال شد که ما ازدواج کردیم. بله. یکی دیگر خوب میشناسیم. اینطور است که وقتی که میشینیم، البته با یک جمله، دو جمله یکی دیگر میفهمیم. این را نمیگم که این بحث است، ولی هر دوی ما این چیز فکر میکنیم. و ولی که برای ما پرسان میکنن که این نفر چطور است؟ نه، ما کار ما علایده است و کارش علایده است. بسیار خوب. خانم رئیس جمهور، شما در خانواده مسیحی به دنیا آمدید. بعد سالها بعد با یک مرد مسلمان ازدواج کردید. اصلا لبنانی هستید و حالا در افغانستان زندگی میکنید. مسلمان هستید؟ طوری که میگم همیشه، خداوند بزرگ خواست که ما در یک فامیل عیسایی تولد شد و پس آن همینطور نصیب ما شد. خداوند بزرگ خواست که ما با یک نفر افغان ازدواج کنیم و این نفر خانوادهش مسلمان سنی است. ما هم عیسایی هستم از ناحیه فامیل لبنانی ما، ولی هم مسلمان هستم. ما وقتی که دعا میشه دعا میکنم، وقتی که قرآن کریم خوشبختانه ما عربی زبان مادری ما قرآن کریم میخونم و زیاد معلومات از اونجا میگیرم، معلومات که البته زیاد برای خانومات دیدن گفته نمیشه، ولی که حقوقشان در قرآن کریم خوب میفهمم. که بگویم که مسلمان یا عیسوی، خدا الله یکی است. الله یک لغت عربی است. ما الله میگیم در لبنان، عیسوی ها الله میگن و رب میگن. اونا یکان دفعه مرا میشنوه که میگم کتر خیره که رب، وقتی که بسیار خوش میشم که خیر برای ما دادین خداوند بزرگ. ما فکر نکنم که ما بین خدای عیسایی یا مسلمان فرق داره، تنها که چی رقم آدم صلات میکنه. خانم رئیس جمهور، من چند سوال کوتاه دارم از شما و میخوایم که در حد یک کلمه یا یک واژه با
پاسخ بدید. بسیار. اولی که تمام کسایی که اینجا اومدن از خانوما هستن، باز اگر یک روز آقای رئیس جمهور در کدام مصاحبه خود تنها مردا رو خواستن، گله نکنید دیگه، شما هیچ مرد دعوت نکرد. از خو 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 یک ها یک مرد بس است. یک مرد بس است. یک مرد شجاع. یک مرد شجاع بس است. بله. یادم رفت، خودم هم هستم. و همکارای تانا. بله. چند سوال کوتاه. با آقای دکتر عبدالله رفت آمد فامیلی هم دارید؟ نه خیر، کوشش کردم ولی نشد. کوشش کردید نشد، یعنی که خب میخواین جواب کوتاه داشت. جالب است اینکه کوشش کردید نشد چون نشد. اینطور است که در سال اول ما دعوت کردم کلی خانم دکتر عبدالله، خانمای وزیرها از کابینه دعوت کردم. البته نیمشون اومدن و از خانم دکتر عبدالله هیچ وقت با ما با تماس نشد. پنج سال پیش. بسیار خوب. در روز تألیف حمله راکتی شد واقعا نترسیدید؟ بله. بسیار. یک خانم دیگه قد اون فیلم ما بسیار دید. لبنان یا افغانستان، کدام کشور را برای زندگی کردن میپسندید؟ خوش دارید؟ هر دویشان. علی فعلا در لبنان زندگی خوب نیست. افغانستان. افغانستان ما خوش هستم که در افغانستان هست. واقعا وضعیت افغانستان از لبنان بهتر است؟ بله. بسیار. سخت‌ترین روز حضورتان در ارگ ریاست جمهوری را به خاطر دارید؟ کدام روز بود که بسیار سخت‌تر شد روز؟ البته وقتی که میشنوم که کدام انتحاری شد یا کدام چیز شد که در تلویزیون میبینم که مردم باز قربانی شدن، اینمی بسیار سر ما بد میخورم. ویروس کرونا پوست دست شما را نازک کرد؟ بسیار نازک شد. تمام روز در ششتن و در چیز است. جالب است، من اون روز یادم آمد که 5 سال قرضدار بودم از پوست دستم، نششته بودم صحیح قرضداری 5 ساله را. ویروس کرونا گفتیم، بعد از ویروس کرونا است یک سوال دیگه آمده، نمیدانم که نام اینا را بعد از ویروس کرونا بگیریم خوب است یا نیست، اما میپرسم نقش آقای خلیلزاد را در صلح افغانستان مثبت میبینید؟ کوشش کرد که صلح بیاره ولی فکر میکنم که ناکام ماند. خب پس از پایان دوران ریاست جمهوری آقای غنی در افغانستان میمانید یا به آمریکا برمیگردید؟ نه، همینجا میباشیم. شما میفهمیم که رئیس صاحب در 2009 جنسیت امریکایی از بین لغو کرد. بله، ما همینجا میشینیم. در همینجا که منظورتان ارگ خانه است انشاءالله؟ منظورتان افغانستان است؟ ما خانه داریم در دلامان، یک خانگک باقشا داره، دو تسک دارم، میخوام که امونجا یک شانتا چیز مرغ باشن که تخم بیارن. نه، ما در دلمان بسیار آرام هستم از خاطر که اویلی مقبول است. همسای آقای حکمتیار میشید دیگه احتمالا؟ او فکر میکنم که با جذب و جلب رفته بود. اونا کمی فاصله. فاصله. اما خوب است، نزدیک هستید رفته آمدن. در فیسبوک با چه آدرسی؟ وای حکمتیار بودم. در فیسبوک با چه آدرسی حضور دارید؟ کدام فیسبوک شخصی دارید؟ شخصی ندارم. از دفتر ما یک چیز هست که در مابینش کلی چیزا را که کلی معلومات هست، برنامه که داریم امونجا میمونه. زیباترین ولایت افغانستان کدام است خانم رئیس جمهور؟ زیباترین کنار بسیار خوش دارم. کنار؟ بله. ام بدخشان بسیار خوشم اومده. وقتی که تا نو ازدواج کردیم امینجا 4 سال تیر کردیم در افغانستان و هر دو هفته یک جای می رفتیم. مثل که موزم افغانستان ما گشتم در وقت. کنر هم رفته بودید؟ کنر، نورستان، جلال آباد، خوسعیستک، لغمان، بدخشان، بامیان، کندوز، بلخ،
چندین جایی رفتیم. سرگرمی بانوی اول افغانستان چیست؟ وقتی که بیکار هستید چی میکنید؟ البته کتاب میگیرم میخوانم. بسیار خوب. موسیقی هم میشنوید؟ امیشه زیاد نه. موسیقی افغانی رو دوست دارید؟ بله زیاد. موسیقی که چی هستک؟ زیاد تنها موسیقی باشه؟ بله موسیقی باشه که زیاد آهنگ نباشه. از خاطر که آهنگ هنوز کلش نمیفهمم. خب واژه ها را امی چیز که میگن زیاد نمیفهمم. از اون خاطر زیادتر دوتارا سیتارا بسیار خوش دارم. احتمالاً کسی دوست داشته شما موسیقی افغانی نشنوید، برای بار اول فیض کاریزی رو برتون مانده. خانم رئیس جمهور تشویش نکنید، او رو من نمیفهمم. خودم کار عاجل داشت، تیز خوانده رفته. با چه غذای وطنی علاقمند هستید؟ امی غذا که خوش دارم در زمستان کشری قرود. کشری قرود؟ با آزادی زندانیان طالب موافق هستید؟ ولی باید با نظم شوه. بله موافق هستم، ولی ای باید بحث شوه در مذاکرات و باید بسیار با نظم و با ترتیبات گرفته شوه که اونا پس از کار مقابل ما نشوند که سری ما زیادتر چیز نبیارم. بله بله، اما با آزادی در 4 روز موافق نیستید؟ فکر نکنم که میشه، منطقی نیستک. منطقی نیست، نمیشه در 4 روز. افغانستان چقدر با صلح فاصله داره؟ چند سال، چند ماه، چند روز، چقدر؟ سوال کنین، ما اینمی رئیس صاحب شروع کرد 2 سال پیشتر و تلاش کرد، خودم تلاش کردم، نمیفهمم که شما با امی اجماع ملی زنان افغان برای صلح شنیدین. ما در 34 ولایت رفتیم، امرای زنان 6 تیم گپ زدیم، تقاضایشون جمع کردیم، یک قطعه ما در آخر در لوی جرگه کردیم. تلاش میکنیم، خدا کنه، خدا مهربان است، میبینیم که چی وقت میشه انشاءالله. خانم رئیس جمهور، ما میخواییم که چند چیز را نام بگیرم، چند نیاز اولیه مردم افغانستان را نام بگیرم و از شما نرخ بگیرم، قیمت بگیرم که آیا خبر دارید قیمت یه اجناس چند است حالی در شهر کابل یا که نه؟ مثلا اگه موافق باشه فقط یک قیمت بر ما بتید که اینقدر. میخواهم که بوجی ارد 1200 بود و علی 2700 شده. نه این را میفهمم و میفهمم که حکومت کوشش کرد که نفرایی که اقدر بلند کردن رفتن به دکانشون و دکان بسته کرد. این را میفهمم. نان مهم نیست، کلچه میخوریم خانم رئیس جمهور اگر نان نبود. ماری آنتوانت نیستم. یک کیلو گوشت میدانی چند است؟ 1 کیلو گوشت گوسفند باشه. سر کنین، وقتی که قبل از اومدن به ارگ میفهمیدم، در اون وقت 300 بود. 300 قبل از اینکه به ارگ بیایید 300 بود. حال 400 از زیاد قیمت نشده. 1 کیلو کچالو رو میفهمی چند است؟ تقریبا شد حد بزنی چند شده باشه 1 کیلو. میفهمیدم که وقتی که برای 1 روز ترکاری میخریدیم، البته 300-400 افغانی میشود. خدا شکر که وقت نشدن و سرزان از خانم رئیس جمهور. تو نگوید که صبح 1 کیلو کچالو 400 نشد. نه نگفتم که کیلو کچالو میخواین ترکاری که کچالو، بامیا، پیاز، کلی چیز روزانه همین قدر مصرف میشود. بسیار خوب. 1 دانه نان یا آخریش است؟ 1 دانه نان نمیفهمم. نانوایی ما نو افغانی میداد، البته علی ده شده. گفتن 20 میشه، نشده 20؟ نشده هنوز؟ 10 رو پس؟ این کامیاب شدم. خانم رئیس جمهور، در بخش پایانی برنامه ما همیشه در کاکتوس چند قطعه عکس به مهمان ها نشان میدید، در عکس هایی که مربوط به شخصیت ها میشه و دوست داریم که نظرشان رو در این مورد بدانیم که چیست. چند عکس برای شما انتخاب کردیم که هم از زنان افغانستان هست و میخواییم که نظرتان یا خاطری اگر ازشان دارید را با ما شریک کنید. نخستین عکسی که میخواییم با شما شریک کنیم عکس این خانم است.
ملکه سوریا. بله بله، بسیار ملکه سوریا برای ما این سبب که معرف افغانستان با یک چیز بسیاری بسیار بلند است که کل نفرای افغان که اومدن در لبنان، گفتم بهتون که 64 نفر بودن، کلشان بسیار با تعلیم بسیار هیچ مشکل نداشتند، با همتون کلی چیز میفهمیدن و این یک چیز بسیار خوب کده. متاسفانه از امو وقت معرف البته از خاطر تعدادی نفرا زیاد شدن، تعداد افغانا شدن، تعدادی مکتب ها زیاد شدن و جنگ داخلی شد. معرف ما بسیار با سویه بسیار پایان اومده، ولی ما علی فعلان بسیار خوش هستم که میبینم که سر از او کار شده و مثل که علی نصاب پس یک نصاب قوی افغانی جور میشه که اولادای ما که در مکتب میرن یک معرفت بسیار خوب و قوی داشته باشد. بسیار خوب. دومین عکس، عکس این خانم است. این خانم دکتر نجیب الله است. بله. او در هندوستان زندگی میکنه. ما هیچ وقت فرصت نشد که او را ببینم. هیچگاه از خانواده دکتر نجیب دعوت کردید که به افغانستان بیاین؟ از خود، از خانومشان، از دخترانشان؟ سوال کنین، ما صلاحیت ندارم که دعوت کنم. صحیح است؟ اتو فرصت نشد که او را ببینم. بسیار خوب. اینا هم مدتی در همین قصر زندگی کردن؟ معلوم دار. یک عکس این عکس را میخواییم آخر نشان بدم، این عکس را میخواییم قبل از رو بیارم نشان بدم. عکس این خانم فرخنده زهرا نادری. بله میشناسم. فقط یک موضوع رو من اصلاح کنم که فرخنده زهرا نادری در برنامه کاکتوس که آمده بودن گفت که رئیس جمهور میخواست مرا نگاه کنه در کارم، در وظیفه‌ام. من استفاده دادم که بعدا این در سوشال مدیا آمد که رئیس جمهور میخواست مرا نکاح کنه. نکاح نبوده، نگاه بوده. نگاه حفظ کردن. میخواسته بگه که نرو از ریاست جمهوری. او مشاور رئیس بود. او قبل از او در کمپانی 2014 بسیار فعال بود برای نفرای که کمپانی رئیس می بودن. دختر خانم بسیار هوشیار است، مقبول است. چی بگویم؟ والد کنار دکتر عبدالله است. با این خلاصش کنید. این یک نگاه نیست، یک گناه نیست. نخیر. ما در یک دموکراسی هستیم و او رای خود انتخاب کرده. آزاد است که هر کس که میخواه پشتیبانی کنه. بسیار. و آخرین عکس میخواییم که نظر شما را در مورد ایشان بدانم. این خانم اطرافی است که البته نامش یادم نیست. کفتر، قماندان کفتر. قماندان کفتر که او بسیار مقاومت با طالبان کرد و ای را یک الگو است و هم یک نشانی میته که خانوما ظهیر نیستن و خانوما میتونن یک نقش بسیار مهم داشته باشن، نه تنها در شهر ولی هم در اطراف و هم که اونا باید از اونا پرسان شود که شما چی رقم صلح میخواید. ولی می اجماع ملی که ذکر کردم از قبل اینا می چیز میکنید. بسیار خوب. تشکر خانم رئیس جمهور از شما که به ما وقت دادید در این هوای بهاری که به هیچ به بهار نمیمون. بسیار سخت بود و من امیدوار هستم که از مصاحبه شما هم لذت برده باشید و بیننده های عزیز که مطمئنا لذت برده، نگفته های زیادی را گفتید. نوروز را به شما مبارک بگویم مشکل نداره؟ نوروز چرا؟ چون بعضی ها در افغانستان نوروز را... یک فرصت باستانی است که نوروز در تمام دنیا، البته نوروز نمیگن ولی البته یک چیز است
در تمام دنیا مردم که از زمستان بر آمدن از خو از سردی امروز سرد است، منتها از سردی از کم که روشنی نیست و چیز بر روشنی آمدن بسیار خوش میشن که سرسبز میشه، که شکوفه در درخت شوه، که میوه شوه، که چیز است. بهار یک وقت که آدم لذت داره، هر کس در هر دنیا. ما البته نوروز داریم که ایرا استقبال میکنیم، این مشکل نیست. که ما فکر میکنم که شما میخواییم بگوییم که این ارتباط بدین نداشته، ولی این بدین ارتباط نداره. این یک حقیقت است که کل ما که میبینیم، خود ما میبینیم. یک دفعه که کلکی نواز کنین و که اینا امی سرسبز بویش میبینیم، چکا خوب میشین، چکا دلواز میشین. اینا می نوروز است. از خانم رئیس جمهور تشکر، شما و نوروز به شما مبارک. تشکر از شما. تشکر. حامیان این برنامه dot com